یکی از در واقع علل اصلی این که جامعه ما به شرایط فعلی رسیده یه که شهروندا که شامل خود ما و مردم و مسئول و حاکم ما هم هست، قوای تفکر ورزی و خلاقیت ذهنی و نگاه و حساسیت های انتقادی و همینطور قوای تحلیلگریشون کم هست یا به اندازه کافی نیست. و از نظر من همونطور که بارها گفتم این سیستم آموزشی و تعلیم و تربیتی ما رو به اینجا کشیده. ببینید، دانش آموزا یا بچه های ما قبلی که وارد مدرسه بشن خیلی کنجکاو هستن، اهل سوال پرسیدن هستن و هم سوال های بزرگ و استراتژیک دوست دارن از همه چیز سر در بیارن، بررسی کنن، تفحص کنن، تحقیق کنن تا به جوابشون نرسن، ولکن نیستن، مطالبه گرن و از این موارد. بعد اینا وارد مدرسه که میشن هرچی مدرکشون بالاتر میره این ویژگی های در واقع ذهنی اونا تحلیل میره، کم میشه و خیلی اصلا من دیدم که دکترا تخصصی دارن ولی واقعا نمیتونن خوب فکر کنن. تفکر ورزی قوای در واقع خلاقیت ذهنی به اونطوری که باید ندارن. حالا یه مثال فقط اینجا بیارم راجع به یکی سیستم آموزشی ما رو به اینجا رسونده. مثلا من خودم معلم زبان انگلیسی هستم، یادم یه بار تو اداره کل در واقع خراسان رضوی تو آموزش پرورش برای ما یه کارگاه گذاشتن. اونجا سرگروه ما یه حاج خانم بود، فوق لیسانس زبانشناسی داشت. زبانشناس کسیه که تخصصشیه که فارسی و به غیر فارسی زبانها آموزش بده، در صورتی که من خودم همون موقع هم دکترای تخصصی آموزش و روش تدریس زبان انگلیسی داشتم. بعد ایشون یه مثالی رو برای ما اونجا مطرح کرد، تو کتاب بود، این کتابم دکتر پروفسور فرهادی، پروفسور بیرجندی و چند تا پروفسور دیگه نوشتن که مدرکاشون رو از آمریکا گرفتن، دانشگاه بسیار معتبر آمریکا. بعد این جمله توی کتابی بود، Birds need air، یعنی پرنده ها هوا نیاز دارن. بعد سوال ادامهش داده بود دوم دبیرستان، یعنی 4 سال دانش آموز زبان خونده بود، کلاس های رسمی داشته، حالا خیلی هم مؤسسه هم میرن. بعد باید سوال رو جواب بده. سوال پرسیده بود Do birds need air؟ آیا پرنده ها هوا نیاز دارن؟ بعد این حاج خانم به ما میگفت اگه دانش آموزی زده بود Yes، 25 صدوم بهش بدید. اگه جواب داده بود Yes they do، نیم نمره بهش بدید. اگه جواب داده بود Yes they do they need air، 1 کامل بهش بدید. خب این سیستم تعلیم و تربیتی ما هست، جایی برای تفکر کردن نمیذارن که دانش آموزا مجاب بشن یا تشویق و ترغیب بشن که فکر کنن، خلاقیت ورزی در پروسه تفکر ورزیشون داشته باشن، ریسک پذیر باشن در پروسه تفکر ورزی. بعد من اونجا گفتم حاج خانم عوض میخوام، نمیشه مثلا بگیم که بالاخره 4 سال، بیشتر از 3 سال، 4 سال زبان خوندن رسیدن به اینجا. گفتم حداقل کتابا مواد آموزشی باید طوری طراحی میشد، ما طوری باید درس میدادیم که دانش آموز بعد 4 سال اینجا میگفت که Yes they need air but this is not sufficient، بله پرنده ها هوا لازم دارن اما این کافی نیست، اونا به بال هم نیاز دارن، یه پرنده بدون بال معنا نداره. گفتم اینم تازه جواب بده، تا اینجا نصف نمره رو من بهش میدم. باید ادامه بده، پرنده ها به آزادی نیاز دارن، پرنده هوا داشته باشه، بال هم داشته باشه اما در قفس باشه به درد نمیخوره، او موجود نیست، موجودیتش زیر سواله. گفتم همینطوری باید تشویق میکنم من دانش آموزام که ادامه بدن، پرنده ها با آزادی نیاز دارن تا بتونن با هر کی دوست دارن پرواز کنن، هر جا دوست دارن برن. گفتم اینا رو اگه برای من بنویسه، اگه کتابا رو به من میسپردن، طراحی میکردم سیستم تعلیم و تربیت رو در حوزه همین آموزش زبان، دانش آموزا بعد 4 سال بعد به این صورت به اون سوال جواب میدادن که من 1 کامل رو بهشون بدم.
در هر صورت اینو گفتم که واقعا لمس کنید که سیستم تعلیم و تربیتی و آموزشی ما و در واقع همین مواد آموزشی، کتب آموزشی، معلمای ما همه دخیل هستن در این که در واقع مردمان ما تهی از توانایی های تفکر ورزی هستن. خب این در واقع دانش آموزای ما شهروندا هستن، نه وارد جامعه میشن، بعد مثلا میبینه جایی زده بانک المهدی یا بانک سامن الحجج، سامن الحجج علیه السلام فلان فلان، یا مثلا پدیده یا بورس، بعد تبلیغات دارن نه مثلا میگن 30% بیشتر از جاهای دیگر به شما سود میدهیم. بعد این دانش آموز که در واقع رفته وارد جامعه شده، حالا پدر شده، مادر شده، مسئول شده، من شنیدم فرش زیر پاشون هم فروختن، آپارتمانشون و ماشینشون رو دادن به اینا که 30% سود بیشتر داشته باشن، یک شبه مثلا میلیاردر بشن. بعد اونا هم پولا رو برداشتن تو گونی کردن، تبدیل به دلار کردن، تو گونی کردن، رفتن کانادا خیلی راحت. ببین پس اینجاست که من میگم که سیستم تعلیم و تربیتی ما در جهت حالا خواسته یا ناخواسته، من معتقدم خواسته آگاهانه، در جهت استثمار و استعمار و استثمار و چپاول هرچه بیشتر مردمان طراحی و ارائه شده. خب حالا مثلا گفتم اگه من طراح کتب درسی بودم به چه صورت کتب و در واقع طراحی میکردم، محتواش رو و معلم ها رو چطوری آموزش میدادم که بچه ها در واقع متفکر و منتقد و خلاق در طول پروسه تفکر ورزی بار بیان. حالا یه مثال ساده میزنم، اگه ما بخوایم مثلا خلاقیت رو در بچه ها پرورش بدیم، من خودم مؤسسه رفتم نظارت کردم یه مدت، بهم اجازه میدادن از روش تدریس معلم ها. مثلا این لول پایین رو اول میگم، یه درخت بود، یه توتی رو درخت بود، بعد معلم به انگلیسی از بچه ها میپرسید که توی تصویر چی میبینید، بچه میگفت یه توتی، میگفت آفرین، براو، very good، excellent، خیلی عالی بود. در صورتی که همو بچه ها اینجا، من کلاس میذاشتم تو آپارتمان خودم، میومدن دانش آموزان حدود 40-50 نفری میومدن در گروه های 8 نفری که بعد گفتن تعطیلش کن، اونم تعطیل کردم، مجوز مؤسسه هم بهم ندادن، دفتر کارم نذاشتن بزنم، مجله هم نذاشتن اینترنتی دایر کنم. در هر صورت من تو کلاسم او دانش آموز تشویق میکردم، به مرحله میرسید تا اینجا که میگفت که من توی تصویر یه توتی خیلی رنگارنگ زیبا بر بالای شاخسار یه درخت بلند سرسبز در دل یه جنگل زیبا که توسط کوهایی که برف اونا رو پوشونده و غرق ابرها هستن میبینم. خب من اونجا میگفت یه توتی میبینم، اینجا تو کلاس من به این مرحله میرسید اینطوری میگفت بیاد برید تحقیق کنید، برنامه در واقع بررسی کنید، من اینطوری درس میدادم. برای همه هست که میگم که مثلا دکترا تو هندوستان میدیدم اومده بودن دکترا تخصصی بگیرن، 3000 ساعت کلاس رسمی زبان در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه تا فوق لیسانسشون رو میگرفتن، علاوه بر اینکه خیلی هاشون هم مؤسسه زبان هم رفته بودن، 3000 ساعت کلاس زبان داشتن اما نمیتونستن 5 دقیقه با استادشون صحبت کنن یا 2 تا پاراگراف بنویسن. یا مثلا مثال دیگه ای بزنم، مثلا از دانش آموز تو همون مؤسسه یادمه میپرسید که بهترین مطلوب ترین شهر مورد نظرت چیه، مثلا میگفت مشهد، بعد میگفت چرا، میگفت چون حرم امام رضا اونجا هست، میگفت براو، اکسلنت، 20 رو بهش میدن. در صورت که تو کلاسای من کسی مثلا بپرسم شهر مطلوب چی هست بگه مشهد، بگم چرا، صرفا به این که بگه به خاطر که حرم مقدس امام رضا علیه السلام هست بسنده نمی کنیم، باید حداقل 5 دقیقه پشت سرش، 2 دقیقه 3 دقیقه بتونه حرف بزنه، بگه به خاطر که مشهد شهر وسیع هست با مردمان متفاوت، حرم امام رضا اینجا هست و همه چیز در دسترس هست و شهر ارزون و خیلی خوش آب و هوایی هست، اینطوری این میشه در واقع من طوری به اینا آموزش میدم که به این مرحله میرسن به این صورت خیلی راحت ایده پردازی میکنن. اینا بعد مثلا تا لیسانس میرسن دیگه میتونن راحت به انگلیسی مقاله و حتی کتاب بنویسن. منتها خب گفتم ممنوع تدریسم کردن منو.
حالا این راجع به این دو تا مثالی دو سه تا مثالی که زدم راجع به در واقع این بود که چکار کنیم که دانش آموزای ما در پروسه تفکر ورزی خلاقیت به خرج بدن، خلاقیت ورزی داشته باشن یا اهل ریسک پذیری در تفکر ورزی باشن. راجع به نگاه انتقادی دانش آموزا یا بچه همونو چجوری در واقع پرورش بدیدم، مثلا من خودم تو اتوبوس بودم از مدرسه میومم، حاشیه مشهد کلاسم بود، یک ساعت و نیم تو اتوبوس بودم تا به محل کارم، او آخر مشهد گاز شرقی منو انداخته بودن، 7-8 سال اونجا درس میدادم با مدرک دکترای تخصصی. و تو اتوبوس یه بار دیدم که یه کتابی بود، کتاب داستان بود، برام خیلی جالب بود، خوندمش. در واقع خلاصه شو بگم این بود که یه شیر و یه گرگ و یه روباه تو جنگل یه الاغ و یه آهو و یه خرگوش رو شکار میکنن. بعد شیره به گرگه میگه که خب این غذایی رو که امروز به دست آوردیم با همکاری هم تقسیم کن. گرگه میگه سلطان عظما جانم به فدایت، من ذوب در شما هستم، الاغه رو صبحانه بخورید، آهو رو لطف کنید بدید به من، خرگوشم بدیم به روباه. آقا شیر سلطان جنگل پادشاه حمله میکنه، گرگه رو میکشه. بعد به روباه میگه خب حالا تو تقسیم کن. روباه میگه سرورم تو مقتدای ما هستی، تو سلطان ما هستی، تو همه کار تو خدایی، الاغه رو صبحانه بخور که اول روز قوی بشی، آهو رو نهار بخور، خرگوشم شام بخور. بعد آقا شیره دیگه از کشتن روباه صرف نظر میکنه و بهش اجازه میده که ریزخاری کنه دور و برش. بعد من همینو برای دانش آموزام تو کلاس در واقع تعریف کردم، گفتم حالا چه نتیجه ای میگیرید از این داستان. دانش آموزا 99 درصدشون 99.5 درصدشون گفتن که آقا ما نتیجه میگیریم که اگه بخوایم زندگی کنیم، حق حیات داشته باشیم، فلان نام حالا همچی چیزی، باید مثل خرگوشه زرنگ باشیم، باید کاری نکنیم که حاکما از ما ناراحت بشن، دنیامون رو جهنم کنن. من گفتم این دقیقا همون نتیجه هست که این کسی که کتاب رو نوشتش خواسته شما از او بگیرید. این فرهنگ و در واقع فرهنگ تقیه و ریاکاری و چاپلوسی و ریزخاری رو دارن بر جامعه حاکم میکنن. در هر صورت یه دونه از دانش آموزا یه چیزی گفت که یه لول بالاتر از جواب بقیه دانش آموزا بود، ولی من تشویقش کردم چون روی هم رفته به این نتیجه رسیده بود که آقا این کسی که داستانو نوشته برای همین که الان گفتم، برای این که در واقع برای این نوشته که این فرهنگ در جامعه مثل فرهنگ تقیه و فلان و اینا گسترش پیدا کنه، راحت‌تر به چپاول بشن مردم، استثمار و استثمار و استثمار و چپاول و غارت بشن. پس این میشه تفکر انتقادی. اون نگاه سطحی بود که 99 درصد دانش آموزا داشتن. یه دانش آموز نگاهش یه خورده منتقدانه تر بود، حساسیت انتقادی بیشتری داشت و به حقیقت رسید، حقیقت ماجرا رو کشف کرد. بنابراین خیلی مهم هست که معلم ها، همکارای محترم و والدین سعی کنن که به پرورش تفکر خلاقانه و انتقادی در دانش آموزا و بچه هاشون بپردازن، از هر فرصتی استفاده کنن تا اینا رو رشد بدن در ذهن بچه هاشون. یه مورد مهم دیگه که به نظرم میرسه یه هست که به قول انگلیسی ها objectivity of mind خیلی مهم هست. من در 90 درصد تعاملاتی که با همکارا داشتم و با دانش آموزا و دانشجوام و ماهی که دانشگاه به هم اجازه میدادن درس بدم، 90 درصدشون 95 درصدشون این نمیتونستن objectivity of mind داشته باشن، یعنی نمیتونستن بدون تعصب و بدون ریفر زدن به اون در واقع مایندست هایی که داشتن، پیش فرض هایی که داشتن،
به سوالی پاسخ بدن یا راجع به مورد یا فردی قضاوت داشته باشن. و این خیلی وحشتناکه، اینطوری نمیشه به حقایق پی برد و این خطرناک هست. این هم یکی از در واقع دلایل این هست که جامعه فعلی درش گرفتار شده. مثلا بالفرض میگن فلانی آیت الله هست، چشم برزخی داره. خب این دیگه تو ذهنش هست ای آیت اللهه، بنابراین هر گونه فکر بدی راجع به اون یا این که بخواد انتقادی به اون نگاه کنه رو ذهنش با این کلمه آیت الله استعمار شده دیگه، نمیتونه قضاوت درست و صحیحی داشته باشه. خب میگه او آیت الله لباس پیغمبر رو پوشیده، میگن چشم برزخی هم داره، خدا بهش عنایت کرده فلان نوه. ولی اگه بخواد بدون تعصب با همون objectivity of mind که گفتم به قضاوت بنشینه، باید بگه اگه آیت الله چرا همه درد و فلاکت و بدبختی مردمان رو نمیبینه، چرا یک کلمه به زبان نمیاره. اگه آیت الله هست، نشانه خداوند بر روی زمین هست، خب حتما و چشم برزخی داره، چرایی همه دزد و اختلاسگر که غالبا لباس پیغمبر هم پوشیدن این چشم برزخی داره، باید اینا رو راحت‌تر از حسینی ببینه و به مردم معرفی کنه که جامعه سالم‌تر بشه، یه خورده فساد و فلاکت و فحشا و فقر و اینا در جامعه تقلیل پیدا کنه، کم بشه. گفتم میگم به خاطر که اون نمیتونن بدون تعصب راجع به شخصی یا موردی قضاوت کنند، روز به روز شرایطشون بدتر میشه. مردمانو میگم، شهروندارو. یه مورد دیگه که خیلی مهم هست در کلاس ها بهش پرداخته بشه این هست که، یا حتی والدین در موقع تربیت فرزندانشون باید به اون بپردازن، اینه که باید اونا رو توانا و قادر کنن، طوری اونا رو تربیت کنن بیارن بالا که بلفرض اونا اگه کتابی میخونن فقط خطوط کتاب رو نخونن. خیلی مهم هست که اونا به تدریج قادر بشن بین خطوط هم بخونن و حتی ورای خطوط رو. خیلی وقتا خیلی نویسنده ها یا خیلی گوینده ها، سخنران ها نمیتونن مستقیم اون ایده ای که تو ذهنشون هست بنا به شرایط به مخاطباشون ارائه بدن. مثلا فرض بگیرید یه حکومت دیکتاتوری شیطانی و فاشیستی هست، اگه حرف حقی رو بزنی لگد مالت میکنن، دنیا تو جهنم میکنن. در صورت خیلی گوینده ها، خیلی سخنران ها، خیلی نویسنده ها، خیلی اندیشمندان ترجیح میدن حرفاشون رو در کنایه بزنن. بعد مشکلی که پیش میاد، توده های مردم، قالبشون، عوام مردم نمیتونن منظور اصلی نویسنده رو بهش برسن. بلفرض یک کتاب خیلی معروف و مشهور هست به اسم انیمال فارم یا مزرعه حیوانات. نویسنده تو کتاب رهبر یه مزرعه رو، یه خوک معرفی میکنه، راجبه یه مزرعه صحبت میکنه که رهبرش یه خوک هست، بعد این خوک معاونش یه گرگ هست، در واقع مشاورش شغاله، بعد اینا کل در واقع اسب ها و گوسفند ها و الاغ های گله رو هدایت و مدیریت میکنند و خیلی مسائل پیش میاد که افراد عادی فکر میکنن که موقعی که کتابو میخونن، این داستانو میخونن، فکر میکنن بله همه یه مزرعه و فلان و اینا، در صورتی که منظور نویسنده از او خوک رهبر کشور خودش بوده و او گرگ در واقع سردار سپاه همون دیکتاتور بوده که مثلا هر حیوانی که سرشو بالاتر می آورده از بقیه بعبع می کرده، راجب چیزی اعتراض می کرده، گردنشو می زدن به روش های محسوس و نامحسوس شیطانی و فاشیستی، معدومش می کردن نهایتا. یا مثلا خیلی جالبه برای خودم، یه بار تو منو انداختن چند سال تو مدرسه راهنمایی درس میدادم، اون فقط کلاس هفتم 13 ساله بودن، بچه کوچیک بودن،
بعد مقالات زیادی راجع به این تجربیات هم نوشتم که در وبلاگم در دسترس هستن. بعد یه بار سوالات زیادی میپرسیدن که من راجع به جواب در پاسخ به جواب دانش آموزان مقاله مینوشتم و منتشر میکردم. همونطور که گفتم مثلا یه مقاله یکی از دانش آموزا گفت برای چی شیخ‌ها اینقدر دروغ میگن، که من یه مقاله نوشتم میتونید سرچ کنید ببینید در تشخیص و تمیز آیت الله از آیت و شیطان، که میتونید مقاله رو سرچ کنید مطالعه بفرمایید. یه باری که دیگه از دانش آموزام از من پرسید که چون من خیلی کار میکردم همش بهشون میگفتم که یعنی مدلم میشدم الگوشون سعی میکردم باشم که ترغیبشون میکردم که سوالات بزرگ بپرسن، به سوالات کوچیک قانع نشن، سوالاتی بپرسن که مخاطبشون چاره ای جز پاسخ دادن به اون سوالات نداشته باشه. اگه در واقع پاسخ نده به اون سوال غرق شرم بشه. اینو من یه استراتژی بسیار مؤثر برای ایجاد تغییر از سطح کلاس تا سطح جامعه میدونستم، بنابراین بهش میپرداختم. بعد یه سری یکی از دانش آموزام از من پرسید آقای حسینی چطور میشه که یه نماینده مجلس که پرچم آمریکا رو تو مجلس با افتخار آتش میزنه، دو تا از بچه‌هاش تو بهترین دانشگاه‌های آمریکا در حال ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی هستن. این خیلی خوب بود، این نشون میداد که نگاه انتقادی داشت، قوای تفکر ورزش به اندازه سنش رشد کرده بود، حتی بیشتر از اون چیزی که انتظارش میره. یا یکی از دانش آموزام در همون زمان پرسید آقای حسینی اگه آمریکا دشمن ایران هست و دوست داره در رژیم ایران تغییر کنه، چرا اون موقعی که مردم ریختن تو خیابون، فکر کنم اعتراضات 96 رو میگفت که خیلی از مردم کشته شدن، تلویزیون آمریکا همش ترانه میذاشت، ایران اینترنشنال اینا برنامه ها میذاشتن، مردم تحریک میکردن به ادامه آشوب و فلان اینا، ولی تلویزیون آمریکا فقط ترانه میذاشت، هیچ در واقع جبهه‌ای نگرفت، هیچ کاری انجام نداد. که بعد من در جوابش یه مقاله نوشتم که متاسفانه خیلی ناراحت شدن، منو بردن بیمارستان روانی برای سومین بار. در اون مقاله گفتم خب ببینید امپریالیزم، کاپیتالیزم و حکومت‌های تمامیت خواه خیلی وقتا چاره‌ای ندارن جز این که با هم همکاری و تعاون داشته باشن حداقل بر سر برخی مسائل. که خلاصه اون مقاله هم رو هم در اینستاگرامم چکیدش رو گذاشتم، میتونید ببینید اونجا گفتم.